ما انسانیم و حق من و توست تا از حقوق اولیه و ذاتی خود آگاه باشیم، مانند حق برابری و عدم تبعیض، حق حیات، حق امنیت، حق آزادی بیان و اندیشه، حق آزادی پوشش، حق برخورداری از بهداشت، آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی، حق آزادی انتخاب شغل و اقامتگاه و بسیار موضوعاتی که از منظر حقوق ذاتی و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه خاص قرار گرفتند. حق من و توست که از حقوق ذاتی خود آگاه باشیم. با ما همراه باشید در برنامه دریچه‌ای رو به آگاهی، کاری از کمیته پژوهش کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. سوالی دیگه دارم از شما خانم شریفی. میخوام نظرتون رو راجع به حق امنیت اجتماعی و فرهنگی داخل ایران بپرسم. نقطه نظر شما چیه؟ خب ببینید، حق امنیت اجتماعی و فرهنگی البته برای زنان، اینم یادم رفت. بله، برای زنان. خب بحث ما راجع به زنان هستش. در واقع این هم یکی دیگر از حقوقی است که نادیده گرفته شده و یکی دیگر از در واقع حقوق شهروندی است که نادیده گرفته شده. حق امنیت اجتماعی اینی که بتونن در امنیت کامل در جامعه حضور پیدا کنن، در محل کار بدون وجود هیچ گونه خشونتی حاضر بشن، از طرف هیچ گونه خشونت که منظورم از لحاظ فیزیکی، از لحاظ جسمی، جنسی، کلامی، روحی، روانی، از هر نظر هیچ گونه خشونتی برشون روا نشه و به اصطلاح، و این زمانی امکان پذیر هستش که حقی براشون در نظر گرفته بشه. میدونید، زمانی که هیچ گونه تعریفی از حق یک زن در نظر گرفته نمیشه براش، فقط به عنوان یک مادر و اون هم در چهارچوب خانواده، همین، یعنی تنها حقی که یک زن داره اینه که به عنوان یک زن چه حق و حقوقی باید داشته باشه. این چیزیست که در همون در واقع لایحه منع خشونت علیه زنان گنجونده شده بود، که متاسفانه خیلی جالبه که این لایحه امنیت و به اصطلاح امنیت بانوان 92 ماده بوده که زمانی که رفته به شورای نگهبان 41 مادهش رو حذف کردن، یعنی هیچ چیز دیگه ازش نمونده و همون مقداری هم که ازش مونده اون مازادش رو هم حاضر نیستند که بیان باز هم میگن این به خاطر اینکه هنوز هم پوشانی نداره با مواد قانون مجازات اسلامی یا قوانین مدنی ما. به همین خاطره که من فکر میکنم تنها راه وجود و اصلا امکان وجود حق امنیت اجتماعی برای زنها وجود قانون حمایتی برای اونها هست، یعنی یک قانونی باشه تا این حق هم باشه. ممنون از شما. من از گفتهای شما متوجه شدم که دولت مقصر بود، پس خودم هم نتیجه گیری میکنم که دادگاه هم همدست بشه. حالا من میخوام نقطه نظر خانم وفا رو بدونم راجع به این ماجرا، حق امنیت اجتماعی و فرهنگی. خانم وفا، نظر شما چی؟ از کنم حق امنیت اجتماعی و فرهنگی منتظر از سایر حقوق سیاسی، امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی هم نیست. یعنی فقط این دوتا حق نیست که زنان ازش فاقد اون هستن، یعنی حق رو ذاتی دارن، اجرا عمل نمیشه یا مانع برای اجراش تراشی نمیشه. همین حق رو هم در بسیاری از موارد مردان هم ندارن، یعنی جامعه ایران مشکل
عمل به حق به حقوق داره. راه حل، راه حل اساسی اگه بخوایم چیز کنیم بسنجیم این است که شما با در مقابل بیحقی یا عدم شناخت و معرفت به حق باید آگاهی سازی کنید، حق رو ارائه بدید، جانشین ارائه بدید، جایگزین ارائه بدید. ما خود خط فکری ما در یک کتابی به نام حقوق پنجگانه 233 بند در مورد حقوق پنجگانه شامل حقوق انسان، حقوق شهروند، حقوق جامعه ملی، حقوق طبیعت و حقوق جامعه ملی به مساوی عضوی از جامعه جهانی ارائه دادیم. مفصل به حقوق زنان و کودکان خصوصا، چه به اصطلاح جاهایی که از زن ایرانی حقوق اقتصادیش، اجتماعیش، فرهنگیش و سیاسیش سلب شده، و یک پیشنهاد قانون اساسی در 497 ماده و بند داده، همه مبتنی بر این حقوق در اختیار جامعه ایران قرار دادیم. دو خاصیت داره، یکی این که به جامعه نوید میده که شما از این نظام میتونی بگذری، شما میتونه آینده ای رو مبتنی بر حقوق جایگزین کنی و جانشین کنی. دو این که چشمنداز میده که من چه از چه طیف گسترده از حقوق محرومم، نه فقط خشونت هایی که علیه من میشه، حق حقوق انسانی من چقدر طیفش گسترده است. در زمینه دوم پیشنهاد قانون اساسی بر حقوق، بر اساس حقوق پنجگانه، ما 30 ماده، 30 تا مسئله که همون امر واقعی مستمر تاریخی است، نابرابری هایی که میان زن و مرد وجود داره و باید برداشته بشه در زمینه دوم برشمرد. خب این خود این آگاهی بخش من برای بسیاری از خانم هایی که در اینجا میشناختم یا از طریق اینترنت، برای خانمایی که فعالیت فرهنگی دارن یا مدنی دارن از طریق اینترنت فرستادم، مطالعه کردن، نقطه نظراتشون گفتم، بعضیا بسیار اصلا براشون جالب بود که من این سطح گسترده از حقوق رو نمیشناختم. این یکی از کارهاییست که یک گروه سیاسی نباید دست رو دست بذاره و بشینه فقط شعار بده، بلکه باید عمل کنه و جایگزین بکنه و به جامعه ارائه بده. ما این کار رو در حد بضاعت فکری خودمون انجام دادیم و جامعه ایران رو فرا میخوانیم به مطالعه این و نقد اون و افزودن بر اون و تکمیل کردن اون و دادن ضابط. پس بنابراین در واقع یک مثل تیر خلاصیست به این نظام که بر ضد حق عمل میکنه و حقوق رو ناقض میکنه، برای که به جامعه طیف گسترده ای از حقوق رو ارائه داد و گفت که شما به شکل ذاتی داراش هستید، بدون اینکه مرامی داشته باشی به شکل انسان زمانی که به دنیا میای شام دارای این حقوق هست، قبل از اینکه مرام دینی، مرام سیاسی، مرام نمیدونم فرهنگی، ایدئولوژی خاصی، فلسفه خاصی رو بهش اعتقاد بشی، با حقوق به دنیا میای و این حقوق مال توه و شما باید انجامش بدی. حالا شما میفرمایید با چه کرد؟ در جامعه ایران زنان و مردان اگر میخوان از نظام سلطه زیر سلطه بیرون بیان، باید تمرین روزمره بکنن در همه ابعاد زندگیشون، چه بود خانواده که پایست، چون مرتب ارتباط دارن، مرد با زن، همسرش، همسرش با زن و با بچه ها که اونا از دو جنسیت مختلف تشکیل میشن، اکثرا با هم یک رابطه تنگاتنگ حقوق برقرار کنن، نه ضد حق. این آگاهی رسانی از خانواده شروع میشه، در مدرسه و دبیرستان ادامه پیدا میکنه، در سطح جامعه گسترش پیدا میکنه. پس بخش جامعه مدنی، نقش جامعه مدنی در گسترش این حقوق، در معرفی این حقوق، در شناساندن این حقوق و نهادینه کردن حقوق بسیار 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 بالاست و در ترازوی دو کفه‌ای اگر بخوایم بذاریمش برای مقابله با یک هر نظامی که ضد بشر، ضد انسان، ضد حقوق انسان است، آگاهی رسانی یک مثل یک الماس درخشانی نور آگاهی میپاشونه و وزنش سنگین تره. در مقابل این نظام، اونهایی که به اعتقاد دارم، من اعتقاد ندارم، صریح میگم من به اعتقاد این که این نظام در مسیر احقاق حقوق مردم ایران
اصلاح میپذیری اعتقاد ندارم. من از ابتدا به اصلاح پذیری نظام اعتقاد نداشتم، اما آنها که اعتقاد دارن این نظام اصلاح پذیره تا زمانی که کل این شر این نظام از سر ایران کنده نشده، هنوز میتونن با بکار بردن حقوق خودشون رفع خشونت کنن. هر یک مراجعه که شما به دستگاه قضایی نظام نمی کنید از حق خود دفاع کرده، چون مراجعه به اون مراجعه به ظالم زورگوی حق ناشناسی است که حق همون یه ذره حق هم که دارید از شما میگیره. هر رفتار حقوقمندی که در اداره، در رانندگی، در تمامی وجود ساده زندگی، در روابط خانوادگی، در روابط اداری، در روابط دوستی دو دوست، در روابط چند خانواده با هم، در رابطه با معلم و شاگرد، استاد و دانشجو و بالعکس شاگرد و معلم، و روابط را اگر مبتنی بر حقوق بکنید، زمینه و فضای زورگویی این نظام گرفته میشه. پس خانمهای ارجمند ایرانی که میخوان حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی خود رو عملی کنن، تغییر رو از خود باید شروع کنه. این هیته ایست که دست خودشونه، نه دست نظام. آزادی گرفتنی و دادنی نیست، آزادی داشتنیست. وقتی این رو خود عمل میکنن، هیته و فضای زورگویی رو از نظام میگیرن. اگر به رهبری درونی خود باور داشته باشن، نمیگذارن دیگری هدایتشون کنه یا به اصطلاح با تعیین تکلیف برایشون چارچوب تعیین بکنه. همین کار رو، یک اشاره‌ای که می‌کنم، نقش آگاهی بخشیدن به مردم رو نباید فراموش کنیم. قسمت اعظم رفع خشونت از زنان در فرم‌ها و اشکال مختلفش برمیگرده به تربیت مردان، برمیگرده به اتفاقاً اون نقش والا. نگاه نکنید که این نظام مادری رو در حق بشین تو خونه حرف نزن، تو آشپزخونه بمون نگاه میکنه. نقش مادری نقشی بسیار ارزشمنده، چون انسان پروره، چون نیروی محرکی درست میکنه. اگر یک مادری به حقوق خود واقف باشه و این رو نسل به نسل انتقال بده و فرزندان حقوند و حقوق مدار تحویل جامعه بده، مکان و فضایی برای شکل یک نظام استبدادی باقی نمیمونه. ما از بخش حقوندی زن مادر باید دفاع بکنیم و به اهمیت بدیم به نقش ارزندهی که در تربیت انسان داره، نه تنها برای ایران، برای کل جهان. یک سخنانم با یک جمله یک شاعر هندی تاگور به پایان میبرم این در این بخش، و اون که میگه به دنیا آمدن هر کودکی برات امیدی است که شاید نجات بشریت به دست او باشد. پس بنابراین تربیت این چنین کودکی دست یک مادر اغلب اکثرا، اگر بتونه نجات بشریت را از سلطه و سلطه‌گری با تربیت حقوقمند امکان پذیر بکنه، هر مادر این رسالت رو در خود ببینه، ببینید چه نقشی. هیچ نظامی نمیتونه در مقابل چنین اراده زنان هوشمند حقوقمند ایران یا جهان قد علم بکنه. خیلی ممنون از شما. منم با شما هم نظر هستم. خانم شریفی، من به عنوان یه ایرانی، شما به عنوان یه زن ایرانی، شما و تک تک زنهای ایرانی چه کاری میتونیم برای منع خشونت داخل ایران انجام بدیم؟ برای مقابله با اسیب پاشی های اصفهان، برای قتل‌هایی که در دوران آقای روحانی اتفاق افتاد، برای خودکشی زنان به علت فقر و تعرض، برای مشکلات که برای خشونت، برای کلن خشونتی که بر علیه زنان انجام میشه، برای ریحان آمری ها، برای دختر آبی ها، برای مرضیه ابراهیمی، برای سهیلا جرکش ها، برای رومینایی که پدرش سرش رو از تنش جدا میکنه، و هزاران هزار قربانی که قربانی خشونت علیه زنان شدن و خواهند شد، چون این ماجرا ادامه داره. بفهمید. من دقیقا با نظر خانم وفای عزیز موافق هستم. آگاهی نقش در واقع بسیار برجسته و بزرگی توی رفع خشونت علیه زنان بازی میکنه، اما صرفا هم این آگاهی نباید محسوس، وقتی ما میگیم منع خشونت علیه زنان، یعنی پس این یک علتی داره و این علت باید شناخته بشه.
وقتی که یک زن قرار آگاه بشه، این به تنهایی نمیتونه اون در واقع حجم از خشونتی رو که سالیان سال، یعنی شاید به درازای تاریخ بشه گفت، بر اون اعمال شده رو از بین ببره. بلکه علاوه بر دختران و زنان، پسران و مردان یک جامعه هم باید آگاه باشن. اینی که اصلا مفهوم خشونت رو بشناسن. چون واقعا خیلی ها نمیدونن اصلا این کاری که دارن انجام میدن اسمش خشونته. انواعش رو بشناسن و تبعاتش. وقتی که فکر نکنن که خشونت و تحقیر و آزار فقط فیزیکی هست. یعنی خب من که نزدمت. این فکر میکنه که آدم مثلا خشنی نیست یا خشونتی بر علیه این زن اعمال نکرده. مثلا این خشونت حتی میتونه یک نگاه باشه. نگاه مثلا شما فکر کنید تو یک مهمانی خانمی خم شده که سینی چایی رو بده، اون نگاهی که شوهرش میکنه به یقه اون زن و با یک حالت هشدار میده که مثلا حواست باشه، این هم این خشونته. یا نگاه برادری به یه خواهری که وقتی توی یک مهمونی هستن و بلند میخنده یکی رو برمیگرده نگاه میکنه، این خشونته. این نگاه ها هاییست که ما نمیبینیم، یک چیز پنهانی هستن، اما به خاطر اون نفس کنترل گرا بودنشون تبدیل میشن کم کم به یه ترسی و این ترس آرام آرام میبینیم که در طول زمان میشینه به جون یه زنی یا یه دختری و باعث میشه که در واقع اون رو بترسونه و همون خشونت میشه. یعنی این اسمش خشونت بی کلام هستش در واقع، بدون اینکه مردی هیچ گونه تماس بدنی برقرار کنه یا بخواد بزنه یا اصلا هیچی، چیزی وجود نداره، اما خشونت هست. این مسئله وجود داره. ببینید مثلا یک خیلی ظریفه، یعنی اون مرز بین هر خشونتی، یعنی مرز بین خشونت و رأفت به اصطلاح عطوفت بسیار بسیار ظریف و باریک هستش که اصلا دیده نمیشه، گاهن دیده نمیشه. ببینید مثلا همین که یک زنی فکر میکنه باید لاغرتر بشه یا باید چاقتر بشه تا قشنگتر باشه یا باید خوشکلتر باشه، باید عاقلتر باشه، آها پس من اگه خانه دارتر بشم بهتره. میدونید همه اینها که باعث بشه یک زن خودش نباشه. یعنی همیشه در واقع خشونت برای زن یک نقاب ایجاد میکنه که باید به صورتش باشه و باید مقبول دیگری باشه، چون خودش به تنهایی اون چی که هست کافی نیست و اینی که تبدیل بشه به اون چی که باید باشه برای دیگری، این خودش، این یعنی خشونت. و پسران و مردان ما، خانم وفا بسیار زیبا گفتن، واقعا باید این آموزش رو ببینن، واقعا باید آگاه بشن و این از در واقع یک تفکر آگاه یک زن بلند میشه این قضیه. ولی باز هم این زن زمانی که آگاه میشه، اون پسر رو آگاه باید بکنه، اون مرد رو آگاه باید بکنه. میدونید و این که ببینید این مسئلهی که وجود داره اینی که مثلا مردها خیلی راحت با همین رفتارهای خشونت آمیز زنها رو له میکنن، حتی نمیخوان، خیلی مواقع نمیخوان و این نخواستنشون به خاطر ناآگاهیشونه، ولی این اتفاق میفته، این خشونت، میدونید. و در واقع این یه ارثیست که متاسفانه رسیده دیگه، این چیزیست که وجود داره. اما ببینید زمانی که مردها پسرها از آگاهی پیدا کنن نسبت به این مسائلی که من عنوان کردم خدمتون، ببینید اون موقع است که ما میتونیم بگیم آرامش میاد، اون موقع است که ما میتونیم بگیم آسایش میاد. حالا این یه قسمت ماجراست که من گفتم. یه قسمت دیگر ماجرا وجود قوانین حمایتی هست از زن. خب این باید هم باشه در کنار در واقع این آگاهی هایی که قرار داده بشه یا گرفته بشه. خب این قوانین باید، چیزی که الان وجود داره، پس ما نتیجه میگیریم که باید تغییر کنه.
میدونید این قوانین به خاطر اینکه به خاطر این قابل اصلاح نیستن، چون این قوانین با تار و پود این ایدئولوژی تنیده شده در هم دیگه. و اگر بخواید تبعیض رو از توی قوانین شرعی برداریم، حالا ما سر صحبتمون با خشونت و راهکار برای منع خشونت در دوران 41 ساله یک جمهوری اسلامیه، وگرنه اگر دیگه نمیشه صحبت کرد راجبش، بسیار طولانیست این قضیه. اگر بخوایم یک بگیم که مسئله خشونت نسبت به زن از کجا برمیگرده و به چه صورت هستش، اما این تبعیض رو یه واقعیتیه. ببینید قوانینی هستن که این قوانین دختران ما رو به کشتن دادن و دارن میدن کماکان. این قوانین زنان رو سنگسار کردن، دخترکان رو، کودکان رو به همسری بردن، همین قوانین. و زنان و دختران زیادی مورد آزار و اذیت جسمی و جنسی و روانی و روحی کماکان دارن قرار میگیرن در کوچه و برزن و در تک تک جای جای اون کشور. حالا من کاری ندارم، این قضیه بله در تمام دنیا هست، ولی بحث ما ایران هست که باید چه کار کنیم. این قوانین ببینید در تمام موارد ساکته. چرا ساکته؟ چرا نظر نمیده؟ چرا مخالفت نمیکنه؟ مگر از ارزش و کرامت زن صحبت به میان نمیاره؟ مگر قانون اساسی رو به عنوان یک چیزی که اصول نمیدونن قوانینی است مربوط به ملتی که داره اونا رو ارزشش رو بالا میبره به این وسیله با وجود این قانون اساسی، مگه اینو عنوان نمیکنه؟ پس چرا ساکته؟ خب فقط یک دلیل داره، دلیلش اینه که موافقه، با تمام این اتفاقات موافقه. چون زن درجه دو، درجه سه و اصلا درجه بندی نمیشه کرد، اصلا انسان حساب نمیشه. میدونید به همین خاطر هم هست که حقوقی برش مترتب نیست، نه حقوق ذاتی و نه حقوق شهروندی برش قائل هستن، در موردش قائل هستن در واقع. اما وقتی مردا، وقتی پسرا میان و این خشونت ها رو میشناسن، وقتی میان حقوق ذاتی، مفهوم حقوق ذاتی و حقوق شهروندی رو میشناسن، اونجا متوجه میشن که در واقع حقوق اونها نامحدود نیست. فقط اونها نیستن که میتونن صاحب حق باشن، اونها قیم نیستن، اونها صاحب زن نیستن. زنها هم میتونن توانمند باشن، زنها هم قابلیت بسیاری دارن، کمان که ثابت کردن، خیلی ثابت کردن، خیلی جاها خیلی پیشتر رفتن. حق انتخاب دارن، حق اظهار نظر دارن، حق اظهار عقیده دارن و بسیار حقوق دیگری که ازشون سلب شده و اصلا نادیده گرفته شده. در واقع من میتونم بگم که میدونی توی همچین جامعه ای که این قوانین، تا زمانی که این قوانین هست نمیشه از وجود قانون هیچ در واقع امیدی بهش بست. پس ما این راهکار قوانین حمایتی رو میذاریم کنار و به راهکار اصلی خودمون که در واقع روشنگری زنان هست و آگاه رسانی به زنان در کنارش مردان، یعنی به این ترتیب ما میتونیم یک جامعه عاری از خشونت و صلح‌آمیز داشته باشیم. ممنون از شما. اینطور که من متوجه شدم یا اینطور که حس میکنم اینه که من به عنوان یک خانم سعی میکنم که آگاهی رو بدم به فرزندم، حداقل اینه که از خونه خودم شروع کنم که این آگاه سازی انجام بشه تا فرزند من احترام بذاره و حقوق زن و مرد رو مساوی بدونه. همونطور که شاهدش هستیم تو جامعه امروز، میبینیم که اگه اشتباه نکنم دختر آبی بود که استادیوم رفتن برای خانم ممنوع بود، ولی بعد از حرکت هایی که توسط دختران امروز، نسل امروز انجام شد، این کار الان انجام میشه و خانم ها میتونن به استادیوم برن. همینطور در مورد ازدواج های اجباری، دختران الان نمیخوان ازدواج اجباری داشته باشن، توی شهرهای مختلف ایران رخ میده به همون خاطری که کشته میشن. ولی این ماجرا همینطور نمیمونه، چون روشنفکران ما، کسانی که آگاه میشن، بیشتر میشن
و فکر میکنم جامعه بیشتر جامعه به آگاه سازی میرسه. به عنوان صحبت پایانی خانم وقت شما نقطه نظراتونو اگه چیزی جا انداختم من یا دوست دارید بیان کنید میتونید الان اعلام کنید. بفرمایید. اول من این رو عرض کنم که با مشکافی خانم شریفی عزیز کاملا موافقم که باز کردن مسئله این خشونت‌های خاموش یا بی کلام رو. من خودم در جدا از شغلم فعالیت‌های زنانی که دارم، من هیئت مدیره خانه دختران هستم در شهری که هستم و مدت‌ها مشاوره حقوقی داشتم با دخترانی که به اصطلاح هنوز به سن قانونی نرسیدن، مورد خشونت واقع شدن و به اونجا رجوع میکنن. انواع اقسام خشونت، دختر آلمانی هست، ترک هم توشون هست، کمن نسبتاً و عرب هم هستن کمن، یکی دو تا دختر ایرانی هم داشتیم فرض کنید، ولی اکثریتشون دخترهای آلمانی هستن که اینها مورد از تجاوز بگیرید خانواده، پدر بزرگ، عمو یا غیره، تا خشونت‌های فیزیکی و خشونت‌های کنترل کننده، همونجور که خانم شریفی به درستی اشاره کرد. کار ما بود که یک یک، حالا این رو من میگم به عنوان روش، این ناس که مؤثره، یک یک می نشستیم ساعتها به این دختر باش گوش می دادیم، ابتدا ببینیم که چرا می پذیره زوری رو و چی شده که یه جای عصیان کرده فرض کنیم، یا معلمش معرفی کرده اومده خانه دختران. کار ما آگاهی رسانی بود دیگه. خب ما هم در سطح کار خودمون این کار رو میکرد. حالا من توی هیئت مدیره کارهای اداری سیاسی چون باید خانه دختران بودجه بگیره از دولت آلمان اینا، کار من بیشتر تو اون حیطه بود، ولی تو مشاوره هم بودم، میدونم روش ها رو. برای این دختر اول گوش میدادم ببینیم این پاشنه آشیلش کجاست، از کجاست که میشکنه و یک زور رو میپذیره، و مثلا تنش رو میگفتیم این تن نه ملک نیست، نه مال توی نه مال دیگری، این حق توی، چون با بدون این، با این حق حیاتت عملی میشه با این وجود، پس با دوستش بداری، پس باید محافظش باشی، نه هیچ کس حق سلطه و مالکیت برای این نداره، نه پدرت، نه همسرت، نه برادرت، نه هیچ کسی دیگه، این حق رو تو باید ازش حفظش کنی. بنابراین با دوست بدارم جور که خانم شریف به درستی گفتن، تو برای میل و دلخواه همسر و برادر و خواهر و دوست و فلوس پسر و فلان اینا نباید اینو نه چاقش کنی، چون مشکلات زیاد تغذیه‌ای داشتن، بلومی داشتن یا به اصطلاح لاغریای شدید، تو نباید اینو به خاطر دلخواه دیگری هی مرتب فردا یه دوست پسر پیدا میکنه تو رو چاق میخواد، یکی دیگه پیدا میکنه تو رو لاغر میخواد، این جسم بیچاره رو نباید مورد خشونت جسمی قرار بدی. به همین ترتیب این آگاهی رساندن به حقوقش، از جسم بگیر تا فکر شما. یه مثال میذارم، خانم شریفی عزیز مشکافی کردن، منم قلقلی شدم که یه قسمتشو بگم، چون تو همه خانواده و اکثر خانم‌ها و آقایون تجربهش میکنن. ببینید من یه خانواده میشناختم بسیارم روابط مهربان و دوستانه و عشق و فلان بینشون بود، این خانم شاکی بود همیشه از این آقا و میگو انرژی صرف میکنم. من میپرسیدم چی شده، بعد که متوجه شدم برای آقا هم توضیح دادم که از کجا میاد. این خانم میگه من حتی وقتی میرم خرید خونه، میام مثلا فرض کن 3 پاکت نمک میخرم، من میخوام برای هر دفعه اگه نمکم کم شد بلند نشم بدوام برم فرض کن مغازه نمک بخرم، میخوام داشته باشم نمکم که هر چه بگن نمکش میذارم، خراب بشه که نیست که تاریخ بسر بگذره. به محضی که میام خونه، این آقا میاد این پاکت منو میبینه، میگه که نمک داشتی چرا خریدی؟ خب من میفهمم چه، بعد من هی باید توضیح بدم به این علت، یا مثلا چرا قارچ خریدید، قارچ مقدار هنوز تو یخچال داشت. میگه شما فکر کنید من از هر خریدی که میام یک عالمه مثل دستگاه تفتیش عقاید با من سینجین میکنن و من باید انرژی مصرف کنم اینو پاسخ بده. خب به آقای گفتم شما از تأثیر حرفت رو خانمت آگاه هستی؟ چه تأثیر رو؟ گفتم نمک چرا خرید. گفتم این جمله این پیام رو بر خود داره که شما قوه تشخیص نداری خانم من، با یک همسری زندگی میکنی که میگه عشقم بهش داری، دوستش هم داری، یک آدم تو نه طرف مذهبی بود نه چیزی که بخوام بگم از این دیگه. گفتم شما این خانم رو مادون خودت میدونی، زیر خودت، یعنی قوه تشخیص،
قوه انتخاب رو ازش میگیره. این خانم یه مغز داره تو کلش، تشخیص داده خواسته 3 تا چیز بخره، خارج از بودجه خانواده خریده. میگفت نه، گفتم پس این کنترل، این حس کنترله. شما تمام پاکت خرید ایشون رو مرتب کنترل میکنی و ایشون باید انرژی صرف کنه به شما توضیح بده. مگه شما دستگاه تفتیش عقایدی؟ مگه ایشون هم همین کار رو با شما میکنه؟ گفت نه. گفتم خب پس نکنید، امیدوارم که دیگه نکرده باشم. ولی اینا خشونت های ریز روزمره است که زن به علت سلطه مالی مرد دوچارش میشه، چون اون میگه من نان آورم، به خود حق میده سنجین کنه بپرسه. حالا حتی بگیم خانمه هم پولم میداده، فرض نمی کنه. این عادت کنترل، عادت کنترل همسر، عادت کنترل برادر به خواهر، کی اومدی، چرا اومدی، برای چی اومدی، برایش عقل قائل نباشه. من یه مثال میزنم این پایان صحبتم، به خاطر که بگم، میگم با هر ابزاری باید با ابزار خودش برخورد کنی. من با یه آقایی که مذهبی بود، مسلمون بود و حق خودش، یعنی به شکل مثبت در واقع در ذهنش، ولی اعمال زوره دیگه، میخواست دفاع بکن، گفت من از حق خانم، این خانم من اگر تو کوچه زدنش، اگر دخترم تو کوچه زدن چی؟ گفتم کی به شما اجازه رو داده؟ میگفت مردم دیگه قوی ترم، میتونم ازش دفاع کنم. گفتم در سوره نساء آیهش آوردم، گفتم سوره عرفات ببخشید، گفتم خطاب میکنه، خوب دقت کن، با ابزار خودش بهش گفتم، گفتم این آیه میگه زنان و مردان مؤمن هر دو رو مورد خطاب قرار میده. اگر زنی یا مردی یا کودکی ضعیف در ضعف قرار داشت، از حقش دفاع کنی. نمیگه مردان از حق زنان و کودکان دفاع کنی، میگه مردان و زنان مؤمن. اگر مرد ضعیف و زن ضعیف و کودک ضعیف دیدید، از حقش دفاع کنید. به زنا هم میگه شما مردان ضعیف رو میتونید کمک کنید. پس مسئله صفه سر ضعفه. اگر کسی ضعف داشت و به خصوص به شما رجوع کرد، گو بابا بیا کمکم، برادرم بیا کمکم، همسایه مرد بیا کمکم، باید برید. همونقدر یک مرد میتونه از زن توانا کمک بطلبه. مسئله جنسیتی اونجا نیست، دقت کنید به معنی آیه. میگه مرد و زنی که توانایی جسمی، روحی، عقلی، فکری دارن، اگر در استضعاف ببینن مرد و زن و کودکی را، وظیفه شونو برن کمک. اکثرا با طرف بخواد از طرف که تو بیا کمک من کن، اگر نه شما چیکار داری که بپرسی کی بودی، کجا اومدی، من پشت سرت میام، مکنه برات خطر ایجاد بشه. اینو نگاه ها رو با ابزار خودش باید برش موشه کافی بکنی تا متوجه بشه این یه چیز واهی بوده، تعریفی شده یا رفتار الگو برداری کرده از رفتار پدرش با مادرش، فرض کنید. این هم حالا خیال میکنه داره خیر میکنه خدمت دخترش و همسرش که پشت تو کوچه پشت سرش رو میره که مکنه شب مورد تعرض قرار بگیره. پس بنابراین آگاهی رساندن در همین شکافتن زورهای نهان روابط رو حقوقمند میکنه و این خیلی مهمه که بشناسید گره ذهنا کجا. بسیاری از مردان و جوانان و پسران، من خیلی هاشون در ارتباطم، نه مرض و غرضی دارن و وقت آگاهی بهشون میرسه در زندگی های جدیدشون واقعا اجتناب میکنن. ولی همونجور که خانم شریفی به درستی گفتن، ما با یک سری قوانین تبعیضگرای بسیار تبعیضگرایی که زن را حتی حق انسانیت برش قائل نیست روبرو هستیم، که با اینها باید شدیداً مقابله بکنیم. باید در کنار آگاهی رساندن مبارزه علنی سیاسی و حقوقی و قضایی بکنیم با این قوانین، قانون اصلا نمیشه اسمش گفت قانون چون زوره، و افشا کنیم. این کار هر انسان که فعال مدنیه، هر کسی در حد بضاعت و توانایی خودش این آگاهی رساندن و در این حال افشاگری رو و مبارزه رو باید انجام بده. این امیدوارم که ممنون از شما خانم شریفی، سخن پایانی شما رو بشنویم، بفهمیم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما به خاطر دعوتتون و اینکه ما در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان هستیم 25 نوامبر،
و در واقع و در اصل به خاطر خشونت‌های فراوانی که بر زنان، بر ما زنان اعمال میشه، در واقع هر روز رو ما باید نامگذاری کنیم روز منع خشونت علیه زنان. اینطور شاید ما بیشتر، میدونید، وقتی که این مسئله رو به این شکل با اهمیت بدونیم، بهتر میتونیم در مقابلش در واقع راهکارهای مناسبی رو هم پیدا کنیم و به مبارزه با اون بپردازیم. میدونید، اینی که هم ما زنها هم مردها در کنار هم دیگه با پیدا کردن آگاهی‌های مناسب و در واقع میتونیم مبارزات مدنی داشته باشیم و پایان بدیم به تمامی این خشونت‌ها علیه انسان، علیه نوع انسان، به نظر من پایان بدیم. خیلی متشکرم. ممنون از شما. در آخر یادآور میشم به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر مربوط به خشونت علیه زنان. ماده 3 میگه که هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردیه. ماده 5 هیچ کس نباید مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار یا تحت مجازات غیر انسانی یا رفتار قرار بگیره که منجر به تزلزل مقام انسانی بشه. ماده 8 هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم آقای پریز، من معذرت میخوام از شما. ماده 8 رو دوباره میگم، اگر که صدای من میشنوید بگید از اول دوباره تکرار کنم یا از ماده 8 بگم. بنویسید برام. خیر، ادامه بدید، ادامه بدید. بله، من ماده 8 هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی مؤثر به مراجع دادرسی از طریق محاکم ذی‌صلاح ملی در برابر نقض حقوق اولیه که قوانین اساسی یا قوانین عادی برای اون برشمرده و به او ارزش و ارزانی داده شده. و همچنین ماده 10 هر انسانی سزاوار و محق به دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط دادگاهی بی‌طرف و مستقل تا در برابر هر گونه اتهام جزایی علیه وی به حقوق و تکالیف وی رسیدگی کنند. و همچنین ماده 6 میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی حق زندگی رو از حقوق و حقوق ذاتی انسانی میدونه و باید نسبت به این گونه ترورهای غیر انسانی و ضد بشری که بار دیگه در کشورهای مختلف و توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران انجام میشه واکنشی جدی داشته باشیم و مانع از تکثیر این رخدادهای تلخ بشیم. امیدوارم که خشونت علیه زنان روزی تموم بشه. تا درود دیگر، بدرود. ممنون از شما، ممنون از شما خانم وفا و ممنون از شما. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.